سلام علیکم، امیدوارم کلی حالتون خوب باشه. به یه ولاگ دیگه با من خوش اومدید. از اونجایی که خانواده پدری من کرج تهران زندگی میکنن، تو این دور تعطیلات عمه و عمو اومدن خونه مامانم اینا، و خب اونجایی که ما دیگه متأهلم شدیم یه بار میان خونه ما، و میخوام که امروز کلا ولاگ بگیرم. الان 9 صبح، 9:30 صبح، میخوایم با پدرام بریم خرید چون تو خونه هیچی نیست و همه چی تموم شده. خوب موقعی اومدن. بریم خرید و همه رو ولاگ بگیریم. از اون طرف هم بیایم غذا درست کنیم. اون دفعه یا هر دفعه دیگه، سلام، هر دفعه دیگه ای که من ولاگ گذاشتم، خب مهمونامون عاشق لازانیا و پاستای منن و همهشون میگفتن که اونجوری درست کن. بعد واسه هم خیلی کامنت گذاشته بوده تو فقط همین دو تا غذا رو بلدی؟ نه عزیزم، من آشپز بین المللی ام و 1000 تا مدرک دارم. پس بنابراین امروز میخوام سنتی ترین غذاهای جهان رو درست کنم و بر هیترا. دیروز جمعه بود و ما بیرون بودیم و خونه همچنان به این شکله و شلوغه خیلی. بعد یه ذره تمیز اینا هم بکنیم. حالا بریم بیاییم پدیجون کمک میکنه تمیز میکنیم. اینه دو بده بشه تمیز کن. خب باها من زنت هم، گناه دارم، باید بهم کمک کنی. این تنبیهی یکی از این ببین اینجوری رفته پاش نشه. خب بی شور بی شرف، من با تو اومدم بیرون. من با تو اومدم بیرون. مگه من با تو نمیدم بیرون؟ خب باشه، من خونه رو باید تمیز کنم دیگه. خونه به خاطر تو و دوستات. مگه نگفتی دیروز باید تمیز بشه؟ خجالت بکش. ها؟ تو نمیدونی من از این حالت بدم میاد. بارا اونجوری مثلا نگلبی. ازم میترسی نه اسکار؟ آی 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 میافتم سوار میخوام. نگاه واقعا داری برای خود اسفند دود میکنی که چش نخوری؟ مطمئنی؟ ببینم از مطمئنی برای هوا؟ برای چی؟ به جان مادرم برای هوا، برای خودم. آه تو لاشی آخه. بله بله دیر شد، حالا 11 صبح مهمونم داریم، داره اسفند دود میکنه. من رفتم، خدافظ. سویچ کو؟ سویچ کو؟ کو سویچ؟ دادی به کی؟ ماشاءالله چه کیونی داری؟ برو پایین آمده یا همین؟ جان بگو دیگه بر چشم آدم بر چشم آدم لعنت همین نه آب اون نیست که چرا بز آب. امروز تعطیلیه. چیه تعطیلیش؟ آی مورا جان تعطیلی چیه؟ علت چیه؟ دیر مونده فردا است. چیزه امروز تعطیل رسمیه. چیزه و... مامزایه نمیدونم چیه ولی فردا چیه از حلالش درست باشم. امروز هیچ کس بیرون نیست، یعنی خیلی خلوته. امیدوارم بازار روز باشه وگه نه بدبخ باشه.
کجا بودی منی مامان؟ از روزیه شما حالا میگه مدیم صبحونه بخوریم. پدرام همیشه میاد از سر کار میاد دیگه خونه نمیاد و میره بیرون صبحونه میخوره و اینجا رو میگفت خیلی خوبه، حالا ببینیم چیه دیگه. چی سفارش دادی؟ من شاپوری. و من چی؟ بوتان شاپوری. چرا میگی من؟ من اصلا جز خودش نمیدونه شوهرم. خیلی ادب داشته، ادب داشته باش. تویی که اصلا بی ادبی. قربان کنم جان، جان قربان. چیزی نگین. بلا میس. بلا سماقه. یه لقمه بگیر. من باشه اینو، من الان هم میدنم. شاید یکی جدا جدا میکنم. من جدا جدا مثلا. خب. نون من میگیری بنیس. این قسمت نون رو انتخاب میکنه. اینو باز میکنه. قسمت توپولشه. توپولشه. خب. باز میکنه. پیازم بذاریم. پیازو بعدش بذاریم. عالیه. حسن. اون سوو جون. هی کسی چی سر می‌خوره؟ من از این لوبیا را آب دارم. چیمش؟ مزه خاصی نداره لوبیا. من کلا غذا رو خیلی تمدن و دوست دارم. مثلا این باید خیلی مزه داشته باشه. این نه هم بفرم. ترکوندیم غذا رو دیگه. مونی دست درد نکنه. خیلی خوش مرسه بود. خیلی خوش مرسه بود. مرسه. یه رو ما بده خوب. بکنم از خوهرت همینجوری درانش کامپوزیته. خدا دادی کنه. خدا دادی مثلا جلدونه خوهرت کامپوزیته. پایینش رو ببینم. حالا دیگه پایینش رو ببینم. ای با. پایینش هم خوبه. اینجوریه. کسافر. رو همه همه همه. بچه نها کنید. حضرت علی مگه تو کاسه آب میخوری؟ این چه خوشمزه است. چیه؟ ویتامین سیه؟ ویتامین سی چیه بده؟ لیمونات درست کردم خودم دستی. بال است. خب برسیم به غذاها. دارم زیتون پرورده درست میکنم که تو شورت بهتون ترکیبش رو گفتم. آب انار رو بنار سبزی چوچاق و گردو و گلپر و اینجور چیزات همه رو هم میکس میکنیم و زیتون بدون نستر اضافه میکنم. خیلی خوشمزه است بچه ها. حتما اینو به عنوان مزه درست کنین، نوشه جان کنین. خب من فسنجونم رو دارم بار میذارم. یه نکته بگم الان واسه اونایی که فسنجونا زیاد درست میکنن یا دوستان یاد بگیرن، به دو روش من درست میکنم که هر دو روش عالیه. اولی اینه که این گردویی که سابیدم قشنگ انقدر میسابین که اینجوری خمیری بشه، اولا اصلا نباید دون بشه. بعد اینو میذارین روی حرارت روش اول، فقط گردوی سابیده رو.
یه ذره که حرارت دید بعد روغنش آزاد شد بعد آب یخ می‌ریزید. یه روش دیگه هم این کاریه که دارم الان میکنم. گردوی سابیده رو ریختم، یک چند قالب یخ انداختم و میذارم یه ذره این یخ آب شه، بعد میذارم رو حرارت. اینجوری هم خیلی روغن بیشتری میندازه و خیلی غلیظ‌تر و خفن‌تر میشه خورش. این دو تا روش واسه فسنجون. سرم پاک میکنم. پسرم هم زنگ زد گفتن دارم میام اونجا و اینا، چون تو خونه هم بابا اجازه نمیده قلیون بکشه و میاد اینجا بکشه. از طرفی هم پدرام هم گفت دیگه دارم پاره میشم، وسط دارم میشکنم، مردم، الهی بمیرم واسه پدرام. خیلی به هم کمک میکنه، خیلی خیلی خود واسم نگهش دارم. جای دیگه واقعا مردم بچه، خیلی واقعا سخت، هم خرید هم غذا هم همه. الان فقط دوست دارم بیوفتم رو تخت، ولی باید برم همون با آماده شم چون مهمونم اون میرسن. آه یه چیزی، یکی از عمه هام با یکی از عمو با بچه هاشون اومده بودن از کرج، بعد یکیشون نیومده بود، یکی از عمه هام. بعد مثل این که آینامه و اینا داشت میدادم، من هم دیگه نیومد و ما انقدر مثلا پای و اوکییم که فقط بابام زنگ زد گفت چرا شما نیومدید، و الان عمم به من زنگ زد گفت که لوکیشن خونه تو بده، ما نیم ساعت دیگه میرسیم. یعنی فقط صبح بابام زنگ زده بود گفته بود چرا نیومدین، دیگه عمم اینا پا شدن، عمم و شوهرش پا شدن و راه افتادن بدون اینکه مثلا بگن. حالا الان به من زنده گفت سورپرایز و اینا، نمیخوام ماما اینا بفهمن، کسی بدونه اصلا، فقط به تو میگم که لوکیشن رو بده ما سریعتر برسیم سورپرایزشون کنیم. یعنی از کرج پا شدن اومدن که فقط سورپرایز کنن بعد برن فردا. حالا من امیدوارم که غذا کم نیومده باشه، الان کم نیاد. یعنی بعد میدونی این مشکل چیه؟ مشکل اینه که خونه ما اینجوریه که
نمیگم کوچیکه ولی چیدمانش جوری مثلا صد خورده یه، ولی چیدمانش جوریه که مثلا یه فرش ما گذاشیم و دورش مبل، یعنی جای نشستن نداره مثلا رو زمین. بعد میز ناهارخوریمون هم 6 نفر است و الان 15 16 نفریم حدودا. ان شاءالله که رو هم میشینیم و حتی من زیر سفره هم ندارم که مثلا رو زمین بشینم. خیلی خوشحالم. کاش زنگ بزنم حداقل به مامانم بگم این موضوع رو که مثلا حالا مامانم اشکال نداره سورپرایز نشه دیگه که بیاد به دادم برسه. دو نفر دیگه بهم اضافه شدم. مامان بزرگم گفتم بیاد. سلام. مرسی سلام. خوبی آقا سالی؟ خورمی سلام. همون بودی؟ آره. خوبی؟ عمم اومده. چه سیتی کردین؟ سورپرایز بود دیگه بالاخره. بونت خوش اومدی. خوش اومدی. نره نه یان یا سورپرایز شن اونجا خب باش اتاقش هم معنی نداره بیان که خب برو تو گذاخش هم معنی نداره بیان باش برو درم ببند پس اگه خواستم اینجا نری اتاقش ببند ببندید قایم شد کی میایید بعد حالا کی میایید بعدم نشستم مستقر شدم باش در ببند پس اسمش قفل کن سلام علیکم کراش عالمین کندمش چرا؟ پیاده برو پاش کن ببینم خیصابه تو الان با همون خیصابیت میخوای بشین رو مبلامون نکنه کرکسیف کرکسیف سلام علیکم خوشگلم گفتم تو پارکینگ پارک نکنیم گفتن سورپرایزه گفتن سورپرایزه دیگه میخیان دقمان کنه برگونه بوس به Thank you.
عالی. عمه و عمو زحمت کشیدن و چه خوشگله. مرسی. دستی درد نکنی. خیلی خوشگله. من عاشق این ظرفای سفیدم. این سبکی. خیلی خوشگله. عالیه. شما جد داره برای بچ بچه ها استرس اینو دارم. نمیدونم چرا فسنجونم کم شد. استرس اینو دارم، یعنی میگم زیاد جوشیده. همش استرس اینو دارم غذا کم بیاد، با اینکه مثلا سه مدل روز کردم. وای خدا خیلی استرس دارم، یعنی تمام این برام عرق زد. نگاه با اینکه حالا فامیلم، ولی مثلا چون عمم اینا یهو اضافه شدن دیگه گهوی شد و خیلی استرس دارم. بچه دعا کنید کم نیاد غذا، آبرومون میره. یعنی بریم بهتون نشون بدم غذا رو که چقدر حجمش. این که زیتون و اینا سالات، از اون ور فسنجونم که حس میکنم کمه و آب رفته همش. میرزا قاسمی و اینم باقالی خورش. نمیدونم کمه خوبه واسه این تعداد آدم. یه دو سه تاشون هم تو اتاقن. امیدوارم که اوکی باشه. خیلی خوشگل و نازی. نه 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 نه
تو کی اومدی؟ تازه اومدم. شب ما میرزا رو بردی، فسنجون رو برده. نه اشکال نداره با تو این بریزم اینا رو لیوان. آره جانم، نه 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 سه تا دیس آورده پایین پدرا، هر چند تا میشه بریزم جان. ببین چند نفر اینجا جا میشین، هر کی جا نشد بیاد بالا. بچه‌ها همه کسری دیگه اول فصل ببخشید. اول فصل دیگه ببخش ده همی حواس اشته همی دست رو درد نکنه. مرس خیلی زحمت کشید. مرس خوبه میشه جونتون.
میشه چون اشکم اونجا چرا غذا نخوردی؟ دوست نداشتی غذا رو؟ چرا من غذا زیاد نمیخورم. منو نگاه کن. من این همه برای تو زحمت کشیدم. تو یه قاشق غذا خوردی. برای تو میرزا قاسمی درست کردم. برای تو فسنجون درست کردم. برای تو باقالی خورش درست کردم. چرا آخه زحمت منو زیر خطا بردی؟ آرش مونده بود. اون آخریه رو دارن زحمت میکشن مهمانای عزیز. خدا خانواده خوبی دارم با خدا. تیپ خفن گیان جون پشمان آی که زفت واقعا اصلا بودم باید سرچ الاو خانم افشار خدافز عزیز و رسون کجا میری تو همش در هم رفت اومدی بشین برسیم دیگه بچه هم چه هم تموم شد ساعت 3 شبه واقعا خوابم میاد و دیگه رفتیم رسوندیم بچه ها رو الان میخواییم بخوابیم امیدوارم لذت کافی رو برده باشین دوستتون دارم ماچ بهتونیم پروانه کشت ما رو دوست بهتون خدا فیلی شب بخیر لایک و سابیاتون نره